درود بر شنوندگان عزیز رادیو پژواک دوست. با قسمت دوم از برنامه حلقه های مفقوده در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل با ذکر یک مثال از تدریس های کاشف توحید بدون مرز در حوزه ادیان به توضیح مکتب عدم تطابق ثبت با سند پرداخته شد. در پاسخ به یکی از صدها سوال برخواسته از این موضوع به ادامه مبحث گذشته می‌پردازیم که بیلان کار رسالت انبیا چه بوده است و تاریخ چه گزارشی از کارکرد الهیات داده. برای دریافت پاسخ این سوالات از زبان این زندان مدار مقاوم و معلم کبیر دعوت می‌کنم در ادامه با ما همراه باشید. سلام، این بحث بیشتر به بهانه امشب و فرداست که تولد یکی از پیامبران بزرگ است که نامش در تاریخ بسیار درخشیده و آثار اجتناب ناپذیری در تقویم بشری گذاشت. تولد پیامبری که عنوانش خاتم الانبیا است، یعنی پایان دهنده به خط رسالت. این که به وسیله محمد ابن عبدالله ارتباط خدا با بشر به پایان رسید و به تعبیر بسیاری از کلمات ایشان لا نبی بعدی، پیامبری بعد از من نخواهد آمد، حائز اهمیت است. خیلی معنا داره، یعنی هرچی از همینه، یعنی خدا سر و تش در همین ده هزار سال در معرفتش جمع شده، نمایان شده، آلبوم شده، از آدم تا خاتم. آدم پدر نخستین انسان است، خاتم هم به معنای پایان بخش پیامبری. اول پیامبران آدم بود، آخرش هم محمد رسول الله. پس هرچه هست تو این حوزه است، یعنی در حوزه ده هزار ساله که داخلش 124 هزار نفر هست و یه سری اوصیا و جانشینان و اولیا و خلفا و کلیت توحید زمینی همینه. کتاب‌های گذشته یه چیزی در حدود همین قرآن بوده، احکامی بوده، نصایحی بوده، قصه هایی بوده، وصل تورات، انجیل، زبور و صحف و بقیه کتاب های انبیاء بزرگ هم که دفن شده در دفینه های زمان و زمین. کاملش قرآنه، اکمل کتب آسمانی. یه مقداری از قرآن تکرار آیات
انجیل و تورات. در همه موارد این مقدارش نوآوری جدیده. مجموعاً یا حکم این کارو بکنید این کارو نکنید، یا نصیحت موعظه است، و یا تعریف گذشتگان تاریخ. در حقیقت قرآن مشتمل بر چند بخش، هم تاریخ، هم اخلاق، هم آداب، عقاید، که تقسیم میشه در بخش های جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی. چارت حالا ما ایمو وقت محاسبات که این حضرات انبیا به بشر چی دادن، یعنی در حقیقت انسان از خدا چی گرفته. البته باید باز کنیم مسئله رو، از خدایی چی گرفته که محصول معرفی انبیا است، چون ما جرأت نداریم، خلاف وجدانه که بگیم که از خدا چی رسیده. باید بگیم از اون صافی ادیان از خدا به ما چی رسیده، چون خدا خیلی بزرگتر از آن است که ادیان معرفی کردن. خیلی اون انرژی بخش مطلق موفق تصور است، کما اینکه جاهای مختلف بهش اشاره شده، قرآن و ما قدر الله. امیرالمومنین هم که یه جایی گفت آنچه که از خدا دیده اید در برابر آنچه که ندیده اید که انهو هیچ ندیده اید، یعنی اصل عظمت خدا پنهانه. از نظر دانشمندان روز هم ثابت شده که موجودی آفرینش خیلی گسترده تر از این است که رصد شده، پیدا شده، کشف شده. ببینید خیلی راحت میشه چرکه انداخت، محاسبه کرد که از انبیا، این که میگم از انبیا و نمیگم از خدا، به خاطر همین که همه ادیان دارای فیلترها و صافیها و حجابها بود. اگر یادتون باشه ما داشتیم در دروسمون که پیغمبر گفت هیچ پیغمبری مبعوث به رسالت نشد مگر اینکه مأمور بود که با حزمشون، با درک معاصرینشون، با جربوزشون حرف بزنن. انا معاشر الانبیا لا نکلم الناس، اشاره در این برنامه بود، الا به قدر عقوله. خب پس ما از انبیا چی گرفتیم؟ ما خدا رو ندیدیم، فقط میدونیم که عظمت او، بزرگی او، جلالت او، گستردگی او خیلی بیش از آن است که انبیا آوردن. حالا بعضی از کتب آسمانی که دیگه خدا رو خیلی خودمونی کردن، من اسم اون کتاب ها رو نمیارم، که خدا می اومد با انبیا کشتی می گرفت، وقتی حوصله‌اش سر می رفت تو آسمان، بعد زمین می خورد، می گفت ولم کن بذار برم پادشاهیمو بکنم آسمون، پیغمبرم میگو ولت نمی کنم یه چیزی بهم بده. یا همین که در شریعت خودمون خدا میخندد، خدا ناراحت میشود، خدا عصبانی میشود، خدا دوست دارد، خدا بدش میاد. تمام اینها محصورات از دور خدا، حجاب هاست.
دور خدا که حجابی ایجاد نمیشه، خدا موفقه، خدا حجاب سازه. منظور است که حجابایی که بشر ساخته، انبیا درست کردن، اون هم مجبور بودن دیگه، چون کلم الناس علی قدر عقوله. وقتی که عقلشون اینقدر کمه که پیغمبر سفارش میکنه میگه برای خوشبویی دهان پیاز بخورید، شما الان باید ببینید دیگه عقلا چقدر کم بوده. و این انبیا اگرم چیزی گرفتن و خودشون بین خودشون و خدای خودشون فیلتر نبوده، صافی نبوده، دیگه در این حد میدادن. حالا شما حساب کن این پیغمبر ما که اعظم انبیا است اینجوری مجبور بوده گفتار خدا رو باند پیچی کنه برای این پیکر مضروب، مجروح، مصدوم، معلول بشر. چی تش در میاد؟ چی آخرش همینه دیگه. آخرش این است که قرار بود که جهان منزه از پلیدی و پستی و بدی باشه. همه انبیا شعارشون اصلاحات بود، صلح و صفا بود. همه ادیان آسمانی مواضعشون ایجاد برادری بین مردم بود. الان شما ببینید دیگه، حالا اصلا یه سوال اساسی، خدا را به رحمانیت معرفی کردن ادیان، وجود فشارهای طبیعی از ناحیه آن خدایی است که به رحمانیت معرفی شده، مثل زلزله و خوشحالی و طوفان و بلاها و سوانه غیر مترقبه، یا از جای دیگه است. جای دیگه باشه میشه دو خدا. لو کان آلهتن غیر الله لفسدت. قرآن میگه اگه دو تا خدا باشه فساد جمع میشه، معلوم هست چه طبیعیه. آشوت دو تا شد آش شور میشه، یا بینمک دیگه وای بال خدا. خدایی که به رعوف بودن، جواد بودن، لطیف بودن از طرف ادیان و مخصوصاً اسلام معرفی شده، که اسلام در آغاز هر سورش بسم الله الرحمن الرحیم آورده، این خدا چگونه عذاب میفرستد؟ این معارضات اساسی است که نشون میدهد انبیا فقط یک الفبایی رو از خدا آوردن، الف خداشناسی، تا یا فرصت داره. حروف رو نگاه کنید، از الف شروع میشه تا یه. به نظر من فقط الفش رو آوردن، تمامش مونده. شاید هم همین معنای گفتار پیغمبر باشه که غیر از من و علی خدا کسی نشناخت. یعنی دو نفر شناختن، بعد میلیاردها نفر از آدم تا خاتم نشناختن. خیلی حرفه ها. ببینید اگر میگفتش که غیر از من و انبیا و علی، باز گسترده بود. غیر از من و علی یعنی حتی انبیا هم نشناختن. چجوری میشه اینو تعریف کرد؟ چجوری میشه هضمش کرد؟ این زیر سوال رفتن اصل رسالت. بعد دامن خود پیغمبرم میگیره. چرا؟ چون میگه من خاتمم، پایان بخشم. پایان بخش چی؟ خطی که خدا رو نمیشناسه. وقتی میگه من و علی فقط خدا رو میشناسیم، نفی خداشناسی از تمام گذشتگان، از سابقین انبیا میشه. یعنی اونا تو خواب و خیال بودن. وقتی که اونها رد بشن، اینم رد شده است. تو این خاتمه. به هر حال خیلی سوال باقی مونده. معضلات زندگی بشر فقط متوجه معنویات و خداست. از یه لحاظ
وعده هایی که خدا در ادیان داده به بار ننشسته، خدا متهم شده در حالی که خدا متهم نشده. این معرفت ربه که از طرف انبیا بر انسان ها وارد شده، اون متهمه که خدا چرا عمل نکرد. یکی هم این که عوارض اثر نکردن خدا شناسی و معرفت رب، عوارضش همین است دیگه، فساد در جامعه جهانی، جنگ در جامعه جهانی، جنایات در جامعه جهانی، ناامنی در جامعه جهانی، گرسنگی در جامعه جهانی. این جهان ما 7 میلیارد انسان داره و همم مخلوق خدا هستن، کدوم خدا معلوم نیست. اگر صاحب داشتن، صاحب رسیدگی میکرد. شما تو خونه سگ و گربه دارید، مسئولیت دارید، پرنده نگه میدارید، کبوتر دارید، از وجدان میگیرید مسافرت برید، اینا رو نبرید، میگید که اینا چی میشن، آبدونشون چی میشه. گیاه تو خونه دارید، گلدون دارید، وقتی مسافرت میرید میگید کی آبش بده، بعد ما از گلدون کمتریم که خدا به ما میگه که هر غلطی میخواید بکنید بکنید. زلزله میاد به من چه، بی آبی میکشید به من چه، همدیگر میکشید به من چه. این درسته؟ یک جای اشکال داره، اون اشکال هم سر معرفت ربه. اشکال سر این است که رسالت انبیا بر پایه یک هزارم واقعیت ها بوده که خودشون بیان کردن. البته ما از بیشتر از لسان اجدادمون میگیم که اینها واقعیت رو اینجوری گفتن که من الان اشاراتی کردم براتون. و آینده برای بشریت خیلی سخته، چون روز به روز معنویات متهمتر میشه و مادیات سرکش فزونی میابد. مادیات سرکش یعنی این که آرزوهای طول و دراز مردم، خواسته های بی حد و حص، و بعد اینکه حساری جلو اینها نباشه. اخلاق وقتی که نیست، چون اخلاق از دین نشأت میگیره، یعنی اخلاق نیست، طرف برای رسیدن به اهدافش همه کار میکنه، از یه رعیت کوچیک که دزدی میکنه، چاقو میزنه، با چند میلیون پول آدم میکشه، تا ابرقدرت ها و قدرت های جهانی که براشون مهم نیست، یه موشک بزنن یک شهر 1 میلیون نفری آتیش بگیره، اهمیتی نداره. من پیروز بشم، من مرنده بشم، من حال رقیب رو بگیرم، من حاکمیت رو اعمال کنم. برای این برنامه باید فکر کرد و ما در این مسیرمون دنبال همین هستیم که نه عقلانیت دفاع کرد از بشر، که اگر میکرد حال و روز انسان این نبود، و نه احکام دین، ادیان کلن نتوانست دست بشر رو بگیره. خدا نگه. تا کنون ساختار توحید این گونه کارشناسانه و متخصصانه توسط هیچ کس واکاوی و بررسی نشده بود. مبلغ خدای بی پیرایه معرفت رب را از پرده های باز نشده تاریخ ادیان الهی آغاز کرد که در برنامه دیگری به این موضوع خواهیم پرداخت. تا پنجشنبه و قسمت سوم برنامه حلقه های مفقوده از رادیو پژواک دوست، خدا نگهدار.